السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، شناختن پروردگار و معرفت الله جل جلاله، علل خصوص معرفت نامهای پروردگار و صفتهای او تعالی، رکن از رکنهای ایمان است، بلکه اصل ایمان است و اصل دین است و باقی عملهای و اقوال تابع ایمان به الله تعالی است. شناختن پروردگار با کارهایش یعنی افعالش می شود و همچنین با نامهایش و صفتهایش که الله تعالی نامهای زیبا دارد و صفتهای عالی و صفتهای کمال دارد، چطوری که برای خود لایق و سزاوار است. به سبب دانستن نامهای پروردگار عالم و به سبب شناختن صفتهای الله تعالی، ایمان بنده و محبت بنده به پروردگار او زیاد می شود. چطوری که در کتاب جواب الکافی می گویند: اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. پاکترین و با لذتترین چیز در این دنیا شناختن پروردگار است و محبت پروردگار است. بنابراین وقتی که رو به قرآن کریم می آریم، آن آیت هایی که در آن الله تعالی در خصوص نام خود یا صفت های خود سخن می کند، خیلی بسیار است. حتی در قرآن کریم الله تعالی خودش را با نام از نام هایش یا با صفتی از صفتهایش 10,062 مراتبه در قرآن کریم ذکر کرده است. و اگر به حساب میانه گیریم، تقریبا در هر یک روی قرآن کریم 20 مراتبه الله تعالی نام خود یا صفت خود را ذکر می کند. بنابراین در کتاب در روز تعارف می گویند که در قرآن کریم سخن درباره نام‌های پروردگار و صفت‌های پروردگار زیادتر است نسبت سخن کردن درباره خوردن و نوشیدن یا نکاح کردن، خواه در این دنیا خواه در جنت. و حتی بزرگترین سوره های قرآن کریم و بزرگترین آیت های قرآن کریم سبب بزرگ بودنش از دیگرهایش برای آن که آن سوره ها محض درباره پروردگار عالم سخن می کنند. چطوری که در حدیث شریف آمده است، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عبی بن کعب را سوال کردند: ایو آیت اعظم فی کتاب الله؟ ای عبی، کدام آیت در کتاب الله تعالی یعنی در قرآن کریم بزرگترین آیت و عظیمترین آیت است؟ فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم. عبی بن کعب در جواب گفت که الله لا اله الا هو الحي القيوم، یعنی آیت الکرسی، آیت کرسی، یک آیت قرآن کریم است از سوره بقره. این آیت بزرگترین آیه های قرآن کریم است. وقتی که جواب گردانید،
پیغمبر خدا گفتند لیهنک العلم و ابا المنذر، یعنی مبارک باشد علم ای ابا المنذر، خدا برای تو علم داده است. پیغمبر خدا شاید گمان میکردن که این نمیدونست این مسئله را. بزرگترین آیت قرآن کریم این آیت کرسی هست، برای آن که در آنجا الله تعالی درباره خود نامهایش و صفتهایش و در بعض عملهایش و افعالش درباره خودش جل جلاله سخن کرده است. و همچنین درباره سوره فاتحه پیغمبر خدا گفتند که در قرآن کریم سوره هست که این نه در تورات نازل شده بود، نه در انجیل نازل شده بود، نه در زبور نازل شده است و نه در قرآن مثل این سوره سوره نازل شده است. ام القرآن و هی سبع المثانی و القرآن العظیم، مثلا این سوره فاتحه هست، زیرا در سوره فاتحه اکثریت آن ذکر پروردگار است، صفتهای پروردگار است و نامهای الله جل جلاله هست. بنابراین در کتاب در تعارض باز گفتند که در قرآن کریم آیتهایی که در باره الله تعالی صحبت میکند بیشتر و عظیمتر است منزلت او از آن آیتهایی که در باره قیامت سخن میکند، زیرا در باره خود پروردگار عالم سخن میکند. قرآن چطوری که بعضی علما میگویند اگر ما بگوییم که قرآن 100% درباره الله تعالی سخن میکند گوییم نادرست نمیشود، زیرا وقتی که قاری قرآن را تلاوت میکند یا الله تعالی درباره خود سخن میکند یا اینکه الله تعالی بندگانش را برای عبادت خود امر میکند، برای یگانه پرستی خود، یا اینکه بندگانش را منع میکند از شریک آوردنی به پروردگار، یا اینکه الله تعالی قصه های گذشتگانی که به یگانگی پروردگار ایمان داشتند حال آنها چی شد و در آینده چی میشود سخن میکند، یا در مورد آنهایی که به یگانگی الله تعالی ایمان نآورده بودند چی شد در دنیا و در آخرت چی میشود سخن میکند، یا در باره دیگر عملهای دنیا، عملهای فقهی، عبادات و معاملات سخن میکند که این هم از لوازم ایمان است. خلاص قرآن کریم سر تا پا ما و شما را دعوت به شناسایی پروردگار عالم میکند و شناختن پروردگار یا اینکه شناختن یک شخص یا یک ذات میشود با نام او و با صفت های او و با کارنمایی های او شناخته می شود، که ما چند جمعه ها درباره بعض عمل های پروردگار، بعض کارهای پروردگار، بعض مخلوقاتی که الله تعالی آفرید مثال های آورده بودیم و امروز انشاءالله درباره نام های پروردگار عالم و صفت های پروردگار عالم صحبت آغاز می کنیم که واقعا در قرآن کریم چطوری که اشاره کردیم خیلی نام های پروردگار زیاد است. حتی الله تعالی سوره را به نام اخلاص نام گذاشت که سبب اخلاص نام گذاشتنش هم بیهوده نیست که خالص این سوره درباره الله تعالی سخن میکنه. در دیگر سوره ها اگرچه درباره الله و درباره پیغمبرها یا مخلوقات، انس و جن و حیوانات و پرنده های و زمین و آسمان و درخت و دیگر و دیگر حاجت های دین و دنیا باشند، در این سوره فقط درباره الله تعالی سخن شده است. بنابراین سوره اخلاص نامیده شده است، خالص درباره الله تعالی سخن میکنند. بنابراین در حدیث آمده است که پیغمبر خدا گفتند که و اینها تعدل ثلث القرآن، سوره قل هو الله احد 3:1 قرآن برابر 3:1 قرآن است، یعنی که کسی که 3 مراتب قرائت میکند گویا ثواب قرائت کاملا قرآن را گرفته است، از سبب آن که محض درباره الله تعالی این سوره سخن میکند. حتی در زمان جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک سفر پیغمبری خدا یک کسی رو برای اهل مسافرها سردار کرده فرستانیده بودند.
اهلی سفر مسافرا وقتی که به مدینه برگشتن و پیغمبر خدا شکایت کردن اون سرداری خود رو گفتن یا رسول الله این سرداری که برای ما تعیین کرده در تمام نمازها سوره اخلاص قرائت میکرد. در سردار که به امامتی میگذشت در هر یک رکعت نماز سوره اخلاص را میخوان. پیغمبر خدا گفتن سلوه لماذا یفعلو، پرسیدن چی؟ برای چی این کار کرده است؟ وقتی که پرسیدن او در جواب گفت است که لأنها صفت الرحمن، برای اینکه این آیت درباره صفتهای پروردگار سخن میکند و اینی لأحبها، و من صفتهای پروردگار را دوست میدارم. وقتی که این سخن به پیغمبر خدا آمد، پیغمبر علیه الصلاه و السلام اخبرون، برای اون بنده خبر دهید که ان الله یحب، الله تعالی او را دوست میدارد. بنابراین الله تعالی دوست میدارد آن انسانی که درباره نامهای او و درباره صفتهای او تعالی برای مردم سخن میکند یا در قرائت قرآن آن سوره ها را بسیارتر تلاوت میکند. درباره نامهای پروردگار چند قاعده های هست که برای شما انشاءالله اون قاعده ها را ذکر میکنیم. اولین این قاعده ها نامهای پروردگار نامهای زیبا هست، به خلاف نامهای مخلوقات که بعضی مخلوقات خیلی نامهای بیزیب دارند، اما نامهای پروردگار نامهای خوشرو و زیبا هست. در این باره الله تعالی میگوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الله تعالی صاحب نامهای زیبا هست. الله تعالی یک نام ندارد، نام های زیبا دارد و بسیار دارد. ولله الاسماء، الله تعالی نام های زیبا دارد. فدعوه بها، شما الله تعالی را به واسطه آن نام هایش دعا کنید. معنای این آیه این است که الله تعالی نام های زیبا دارد، پس شما وقتی که دعا کردنی شوید به واسطه نام های پروردگار دعا کنید. مثلا اگر طلب مغفرت گناه کردنی شوید میگوید که یا غفور اغفر لی، ای پروردگار، که نام یکی از نام های پروردگار غفور است، مغفرت کننده گناه است، مرا مغفرت کن. یا رزاق ارزقنی، ای صاحب رزق، ای رزاق، ذاتی که رزق دهنده هستی، مرا رزق بده. یا اینکه یا رحیم ارحمنی، ای ذات مهربان، یعنی رحیم به معنای مهربان است، برای ما رحم کن. همین گونه فدعوه بها، خدا میگه شما با نام های پروردگار پروردگار دعا کنید، یعنی همین گونه چطوری که بیان کردیم دعا میکنید. هر حاجتی که دارید به آن مناسب نام پروردگار است. اگر شما مظلوم باشید و کسی برای شما ظلم کرده باشد و در حق وی دعا کردنی باشید با دیگر نام های پروردگار، یا قهار یا جبار دیگر نام ها دارد. قهار صاحب قهر هست، جبار اینم مانند قهر صاحب غضب هست. یعنی همین در هر یک موضع الله تعالی برای خود نامی برای خودش سزاوار دارد. و همین گونه در دعای مسئلت نیست، در دعای عبادت نیست. همین دیگر باقی مانده عبادت هایی که انسان ها میکند وی هم دعا هست. زیرا مقصد آمدن بنده به نماز چیست؟ امید رحمت پروردگار است، یا اینکه دور بودن از غضب پروردگار است، یا اینکه از الله تعالی طلب مغفرت کرده آمده است. وقتی که یک انسان صدقه میکنه دیگه مقصد دارد، مقصدش اینکه به واسطه صدقه به الله تعالی نزدیک شود، یا الله تعالی بعضی حاجت های او را برآورد، یا از سری و بعضی بلاها را دور کند. اینم عبادت، اینم دعا است. فقط این دعای یعنی لسان الحال است، لسان حالش گویا دعا کرده استاده است، لسان مقال نیست، با زبان نگفته استاده است، لیکن مقصدش دیده برای طلب کردن از درگاه پروردگار است. این هم با نامهای پروردگار باید عبادت کند. چی گونه است؟ الله تعالی را ذکر کند، برای آنکه الله تعالی او را میشنود. یکی از نام های پروردگار سمیع است، شنوا است.
الله تعالی رو ذکر میکنند برای اون که یکی از نام های پروردگار شنوا هست. الله تعالی رو عبادت میکنند برای اون که یکی از نام های پروردگار بصیر است، بینا است، بیننده بندگان است. در خلوت ها نیز گناه نمی کند برای اون که الله تعالی یکی از نام هایش خبیر است، از همه کارها با خبر است. این عبادت کردن پروردگار با نام ها و با صفت هایش می باشد. همین گونه بعضی مثال ها را درباره زیبا بودن نام پروردگار عالم ذکر می کنیم. یکی از نام های پروردگار عالم این حی است، زنده است، چطوری که در آیه کرسی الله تعالی گفت: الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله تعالی لا اله غیر الله تعالی دیگر خدای برحق نیست و او تعالی زنده است. معنای حی زنده است. اگر کسی نامش عبدالحی باشد، یعنی معنایش بنده ذات زنده، بنده الله است. یکی از نامهای زیبای پروردگار حی است، زنده است. لیکن زندگانی پروردگار از زندگانی مخلوقات فرق دارد. زندگانی پروردگار بدایت ندارد، سرشوی ندارد و انتها ندارد، تمام شوی ندارد. زندگانی پروردگار احتیاجیت ندارد، محتاجیت ندارد، غم و غصه ندارد. زندگانی پروردگار همیشه با صفت کمال است. همراهی این الله تعالی وقتی که زنده هست، در زندگانیش او با پادشاه هست، در زندگانیش او غنی هست، یعنی بای هست، شنوا هست، بینا هست، قادر هست، علیم هست، دانا هست. تمام صفت های کمال را در زندگانیش با دارا هست. بنابراین زندگی او تعالی از زندگی مخلوقات خیلی فرق عظیمی دارد. بنابراین نام های پروردگار چطوری گفتیم زیبا هست، همینچنین زندگی او نیز زیبا هست. و زندگی او در دومش چخیلی گفت الحی القیوم، زنده هست و قائم است. قائم به ذات خود است، قائم به ذات دیگر کس نیست. ما و شما زنده هستیم، لیکن حیات ما در دست پروردگار است. حیات ما در دست ما نیست و حیات ما خودمو برای حیات خودمو قائم نیستیم 100%. الله تعالی صاحب حیات خودش است. و همچنین یکی از ما وقتی که حی را ذکر کرد، قیوم را ذکر کرد. الله تعالی زنده است، خواب نمی کند. برای اینکه بسیار مخلوقات زنده هم هستند و وفات هم می کنند و خواب هم می روند. وقتی که خواب رفت و این مثل مرده هست، در وقتی که او خواب است، نمیتونید شما حاجت خود را برای او بگویید. الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله تعالی زنده هست و بیدار است. لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا در دوامش گفت که الله تعالی را خواب غلبه نمی کند و خواب نمی کند و غنم او را غلبه نمی کند. خداوند یکم لحظه خواب نمی کند، بلکه چه خیلی گفت قائم، یکی از معناهایش قائم به ذات خود و قائم تمام مخلوقات است، به خلاف مخلوقات که محتاج به دیگر ذات هستیم. الله تعالی میگوید که الله تعالی ذات است که آسمان را می دارد تا اینکه به زمین نافتد. یعنی آسمان خود به ذات خود قائم نیست، او را الله تعالی نگاه داشته استاده است. اما الله تعالی خودش به هیچ کس و به هیچ چیز حاجت و احتیاج ندارد. یکی از نامهای زیبای پروردگار و تمام نامهای پروردگار زیبا هست، این علیم است، دانا هست، صاحب علم و معرفت هست. الله تعالی در این موضوع در سوره طه میگوید: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمی تمام دین و دنیا، علمی دنیای و آخرت، علمی تمام موجودات در نزد پروردگار است. لا يضل، پروردگار از آن علم گمراه نمی شود، ولا ينسى، علم خود را فراموش نمی کند. به خلاف علم بنده ها، وقتی که به علم بنده ها اگر نظر کنید، در اول آنها بی علم بودند،
به سواب بودم چه خیلی که خدا گفت که والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله تعالی شما را از شکم مادراتون بیرون برآورد، چیزی را نمیدونستید. ثانی برای شما تعلیم داد الله تعالی، اما الله تعالی از ازل عالم و دانا بود و تا آخر همیشه عالم و دانا هست. به سبب پیدا شدن حادثه های گذشتن روزها علم او زیاد نمیشود، بلکه علم او از ازل چطوری که بود همون خیلی علم صاحب علم کمال است جل جلاله. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، کلید و خزینه های غیب همش در دست پروردگار است، غیر الله تعالی فردا چی میشود کسی نمیداند. و یعلم ما فی البر و البحر، الله تعالی میداند آن چیزی که در خشکی هست آن چیزی که در بحر است، چقدر مخلوقات و موجودات در خشکی هست، چقدر موجودات و مخلوقات در بحر هست. حالا که سه یکی زمین خشکی هست و از چهار یکی زمین خشکی هست و از چهار سه حصه زمین آب است، همه این را الله تعالی میداند که در آنها چی موجودات وجود دارد. و ما تسقط من ورقه الا يعلمها، در سوره انعام است، و ما تسقط من ورقه الا يعلمها، هر یک برگی که از درختان میافتد الله تعالی میداند. این گونه علم در کسی یافت نمیشود. یعنی نام الله تعالی معلومه که علیم است، یعنی بی نهایت عالم و دانشمند است. البته در نامهایش و در صفتهایش الله تعالی یگانه است، مثل الله تعالی کسی نیست. که یک مثال عادیه که در همین آیت خدا ذکر کرد، و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، هر یک برگ درختی که میافتد الله تعالی میداند. در این دنیا یگون کسی نیست، یگون چیزی نیست، یگون جهاز و اپارات های نو نیست که برگهایی که در یک روز میافتد چقدر هست، یا در هر یک درخت علاهیده از این درخت چقدر برگ افتاد و از فلان درخت چقدر برگ افتاد، در تمام دنیا از مشرق و تا مغرب و دیگه کسی نیست غیر الله تعالی. او عالم است. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وقتی که دهقان دانه می پاشد، دانه او به زمین خشکی افتید یا به زمین نم افتاد، الله تعالی میداند که چقدر دانه های او به زمین خشکی افتاد و چقدر دانه های دهقان به زمین نم افتاد. همه این را الله تعالی میداند، لیکن اینه کسی نمیداند. و اگر میشمورم گوید هم خیلی مشقت زیاد است و نمیتوانم. الله تعالی میگوید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، یگان حیوان نیست، چارپای نیست در روی زمین مگر رزقی وی بر زمین پروردگار است. و یعلم مستقرها و مستودعها، جای تولد آن حیوان هم میداند خدا، جای وفات آن حیوان هم خداوند میداند، در خیلی که در بعضی تفاصیل است، یا جای زیستی او را. تمام حیوان ها را الله تعالی جای زیست و جای تولد و جای وفاتش را نیست پیشکی الله تعالی میداند. گفته خبر داری در سوره بود، یعلم ما فی السماوات و الارض، آن چیزی که در آسمان ها هست، آن چیزی که در زمین هست آن را میداند. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، و میداند آن چیزی که شما آشکارا بیان میکنید و آن چیزی که در ضمیر قلب دارید، در داخل دل دارید و به کسی عیان نکردید و اعلان نکردید، آن را نیز الله تعالی میداند. والله علیم بذات الصدور، الله تعالی دانا هست و عالم است و آن چیزی که در داخل دل ها هست. و الله تعالی در سوره عنکبوت آیه 62 جنبست کرده میگه این الله بكل شيء علیم، الله تعالی به همه چیز دانا هست. و در سوره سبع میگه یعلم ما یلج فی الارض، الله تعالی آن چیزی که به زمین داخل می شود آن را میداند. یعنی به زمین در یک ثانیه یا در یک دقیقه یا در یک روز چقدر دانه در آمد یا چقدر مرده ها در آمد، خواه از انسان ها، خواه از حیوان ها، خواه از چیزی که از وفات کرد هلاک شد، امروز چقدر آن زیر خاک شد آن را الله تعالی میدوند. چقدر آب به زمین داخل شد، خواه از زیر در کوه سارها از ترمه
آبهایی که آب شده به داخل درآمد، خواهان آبی که شما به زمین میامورد، خلاص هر چیزی که به زمین همین روز درآمد، آن را الله تعالی مقداری او را میداند. و ما یخرج منها، هر چیزی که از زمین میبراید، از کنز و گنج و قیمت بهایی ها یا از سبزوات های میوه های حاصل ها یا هر چیزی که از زمین میبراید، از حیوان های تو حشرات، آن را الله تعالی میداند. و ما ینزل من السماء، آن چیزی که از آسمان میداند میفراید، آن را نیز میداند. قطرات باران را الله تعالی میداند عددش را، و چقدر فرشته ها میفراید، چقدر رحمت پروردگار میفراید، چقدر لعنت پروردگار میفراید، همه آن را الله تعالی میداند. گفته خودش در باره خودش خبر داده است. و ما یعرج فیها، و آن چیزی که به آسمان میبراید، آن را نیز الله تعالی میداند. به آسمان فرشته ها میبراید، به آسمان دعاهای صالح میبراید، به آسمان دعاهای بد میبراید، به آسمان عملهای صالح بنده ها برداشته میشود. هر روزی پنجشنبه و دوشنبه عملهای بنده ها به نزد پروردگار پیشکش کرده میشود که در روزی از روزی پنجشنبه تا دوشنبه بنده های تو این عملها رو اجرا کردن. گفته حالا که الله تعالی با خبر است، جنبست کرده برآورده میشود، همه این را الله تعالی میداند. گفته خبر داده ایستاده است. همین گونه یکی از نام های پروردگار رحمان است و رحیم است. چه خیلی که هم در بسم الله الرحمن الرحیم و در هم سوره فاتحه الرحمن الرحیم قرار میکنیم، و این وسیع ترین صفت پروردگار است و یکی از بزرگترین نام های پروردگار است، رحمان و رحیم. معنایش پروردگاری که صاحب رحم است، رحم میکند بندگان خودش را، برای بندگانش مهربان است، حتی برای بندگانش از مادران آنها مهربان تر است. پیغمبر خدا یک زنی را دیدم که بعد حادثه ناخوش فرزند خودش را می جست، فرزند شیرخوار خود را می جست، و فرزندها را، کودکها را از زمین می برداشت، می دید که فرزند خود نه او را گذاشته، باز فرزند خود را می کافت، ناگاه فرزند خود را یافت. و فرزند خود را وقتی که یافت، او را بوسه می کرد و گریه می کرد و آغوشش می گرفت. پیغمبر خدا گفتن که اترون هذه طارحه ولدها في النار، شما مردم گمان میکنید که همین انسان، همین مادر فرزند خودش رو به آتش میپرتاید؟ آیا همین اعتقاد میکنید می؟ قال لا يا رسول الله، گفتن نه یا رسول الله، چگونه فرزند جگربند خودش رو به آتش میپرتاید؟ پیغمبر خدا گفتن که والله الله ارحم بعباده من هذه بولدها، قسم به نام الله، الله تعالی مهربان تر است به بندگانش نسبت این زنک به فرزندش، نسبت همین زن به فرزندش الله تعالی به بنده ها مهربان تر است، زیرا الله تعالی صد رحمت آفریده است، مهربانی پروردگار صد است، و از این صد یکی اون را به زمین نازل کرده است که و واسطه همین یک جزء رحمت پروردگار انسان های و جن های و حیوان های و حتی حیوانات وحشی بین همدیگر رحم دارند و فرزند خودش را مهربانی میکند حیوان وحشی نیز، و پایش را حیوان میبرداید تا اینکه به فرزند خودش نرسد یا زیر نکند. همون یک رحمت پروردگار است که به سبب اون رحمت پروردگار که به دل بنده ها داده است، به واسطه این بین همدیگر رحم میکنند و مهربانی میکنند. نودونو رحمت خود را انشاءالله در روز قیامت الله تعالی استفاده میکنند، که این وسیع‌ترین رحمت پروردگار است. حتی الله تعالی میگوید و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز را در بر گرفته است. حتی حدیثی هست که به الله تعالی در حدیث قدسی میگوید که سبقت رحمتی غضبی، رحمت من غضبم را غلبه کرده است. یعنی اگر یک بنده کاری خطا کند، کاری کند که غضب پروردگار را آورد، الله تعالی در این حالت غضب کند یا رحمت کند، رحمت پروردگار غضب پروردگار را غلبه میکند. بنابراین بعضی علما گفتند که این مانند عهد پروردگار است که به بنده ها رحمت من غضب من را غلبه میکند. گفته گویا عهد دار، اگر این نمیشد و کان للخلق شأن آخر، برای خلق دیگر کارها بود، گفته بیان کردم. بنابراین یکی از
نام های پروردگار چطوری که گفتیم الرحمن و رحیم است، رحمان و رحیم است، یعنی دلالت به مهربانی پروردگار میکند. و این چطوری که یکمین قاعده را ذکر کردیم که نام های خدا نام های زیبا هست، این در الهیدگی هر یک نام نام زیبا هست. حی، علیم، قهار، غفار، جبار، کریم، همش نام های زیبا هست که انشاءالله در صحبت های آینده فرصت که هست درباره آن انشاءالله درباره آن نام ها بیان میکنیم. لیکن اگر نام پروردگار با دیگر نام هایش قرینه آید، همسایه شده در یک جا ذکر کند، این باز کمال بالای کمال است، بزرگی بالای بزرگی است. مثلا الله تعالی یکی از نام هایش عزیز است، یکی از نام هایش حکیم است. لیکن در قرآن کریم بسیار وقت انا همین دو کلمه رو یک جای کرده میارم و هو العزیز الحکیم، الله تعالی عزیز است و حکیم است. معنای عزیز غالب است، صاحب عزت است، صاحب اعتبار است، احترام است. وقتی که سخن میکند آسمان ها به لرزه میآیند، وقتی که سخن میکند فرشته ها از خوش میروند. فرشته هایی که پیغمبر خدا گفتن که برای من اجازت شد که درباره یک فرشته برای شما سخن کنم که از کتفش تا نرمی گوشش 700 سالینه راه هست، گفتم یک فرشته. وقتی که الله تعالی سحری امر میکنم به فرشته ها آن کاری که امروز میشود، وقتی که امر میکنم سخنی پروردگار میشنوند، فرشته ها از خوش میروند و آسمان ها بلرزه میآید. صاحب عزت است، صاحب عزیز است، با احترام است. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کسی که اگر عزت را خواهد، عزت در نزد پروردگار است. عزت و آبروی اعتبار میدادگی ذات الله است، گفته در قرآن بیان میکند. الله تعالی صاحب عزت است، معنای عزت صاحب قهر است، غالب است. اگر کسی با همراهی او جدال کند یا کشمکشی کند یا مبارزه برد، الله تعالی غالب است. معنای نام الله تعالی، معنای عزیز، الله تعالی غالب است. و حکیم صاحب حکم است. وقتی که کسی جنایت میکند یا کسی که سخنی پروردگار اجرا نمیکند، حکم میکند الله تعالی. یک معنوش صاحب حکم است، هر چیزی که در قرآن کریم حکم پروردگار است. و دیگر معنای حکیم که نام پروردگار است، صاحب حکمت است. گاه ها به بنده بیماری را میدهد، بنده میگوید که برای من خدا بدی را خواست، لیکن حکمت پروردگار است، شاید به سبب همین بیماری همین بنده بازگشتی به سوی خدا کنم، توبه از گناه کنم، شاید او ظالم بود از ظلمش باز ایستد. گاه ها به سر انسان مصیبتی میاد، خواه مالی خواه نفسی مصیبت می آید، مقصد پروردگار این است که بنده بازگشت به سوی خدا کند، دعا کند. آواز بنده را الله تعالی شنود، بنده حاجتمند بودن خود را فهمد، فقیر بودن خود را فهمد و در این دنیا کلانگری نکند. معنای حکیم معنای زیاد دارد، یعنی صاحب حکمت است و صاحب حکم است. یک معنوش عزیز غالب است، هر دوش نام های زیبا است، لیکن اگر هر دوش الله تعالی جمع کند باز معنای کمال میده. الله تعالی غالب است و حکیم است. بعضی انسان ها اگر غالب آید بعضی دیگر را، شاید ظلم میکنید، از حد و حدود میگذراند، لیکن خدا میگوید که خدا غالب است لیکن حکیم است، صاحب حکمت است، ظلم نمیکند. الله تعالی این الله لا یظلم الناس شیئا، در قرآن کریم خدا میگوید که الله تعالی بنده ها را یک میده ظلم نمیکند، بلکه الله تعالی از ظلم پاک است. ظلم را خدا برای خودش حرام گردانید و برای بنده ها نیز حرام گردانید. خلاصه این یک پنجش نام های پروردگار بود که مختصر در باره اون صحبت کردیم. نام های پروردگار یکی از قاعده ها این است که نام های پروردگار عدد و شمار ندارد، زیرا پیغمبر خدا در یکی از دعاها میگفتند که اللهم اینی اسالک بکل اسم هو لک، پروردگار من از رحمت تو، از درگاه تو میپرسم با تمام نام هایی که داری، سمیت به این نفست، آن نام ها که خودتو نام گذاری کردی، او علمته احدا من خلقی، یا یکی از مخلوقاتت با آن نام تعلیم دادی. بعضی نام هایی بود که خداوند به بعضی مخلوقاتش تعلیم داده بود، به دیگرها نه.
چهره که به یکی از انسان ها در زمان سلیمان خدا اون نام اسم الله العظم بزرگترین نام خودش را تعلیم داده بود و واسطه آن نام اگر دعا کنید در حال قبول می شد. بنابراین سلیمان گفتن که کی برای من تخت پادشاهی یمن را می آورد در یک مجه زدن؟ آن قال الذی عنده علم، خدا گفت که در سوره نمل آن انسانی که در نزد او علم بود، یعنی علمی نام پروردگار، اون یک نام پروردگار که به واسطه اون نام اگر دعا کند کسی قبول میشه، نام میدانست به واسطه اون نام دعا کرد که ناگاه آن همون تحت قیمت بهاترین تحت در دنیای از روز اولی به دنیا آمدین انسان تا روز قیامت این گونه تحت نیست، تحتی که ملیکی سبر داشت پور از طلای نقره بود و اول تخت را ساخته بر بالایش هفت قبر قصر ساخته شده بود و بسیار مثلا آنها پاسبان های زیاد داشت و از هزار کیلومتر در مدت یک مجه زدن به واسطه آن نام منبر آن تخت پادشاهی در نزد سلیمان حاضر شد. وقتی که این سلیمان دیدن ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، پروردگار را برای من توفیق بندگی ده که شکرت به جا آورده توانم، چون این خیر نعمت خدا برای یگان کس نداده بود غیر سلیمان. سببش آن بنده دعای نام بزرگ را میدانست. همین گونه پیغمبر خدا گفته یا برای یگان کس تعلیم دادید او استعثرت به فی علم الغیب عندك، یا اینکه آن نام را در نزد خودت پنهان کردی، نه به کسی تعلیم دادی نه به در کتاب فراوردی. یعنی با تمام نام ها میپرسیم، گفتن این حدیث دلالت میکند که نام های پروردگار را عددش را غیر الله تعالی کسی نمیداند. لیکن در دیگر حدیث پیغمبری خدا گفتن این لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، در الله تعالی 99 نام هست، نام هاش زیاد است، لیکن باز 99 نام الله تعالی هست که در قرآن و در سنت آمدگی هست، انشاءالله بیان میکنیم. این 99 نام را کسی که از خود کند و معنی های آن را داند و به معنی های آن عمل کند دخلت جنت، به جنت میدراید. حدیث بخاری مسلم است. یعنی یکی از نام هاش اگر رزاق باشد، شما حفظ کردید که یکی از نام های پروردگار رزاق است، معنایش دانستید که الله تعالی رزق دهنده تمام مخلوقات است. ثانی به همون عمل میکنید، در رزق توکل به الله تعالی میکنید، شما یک نام پروردگار را از خود کرده عمل کردید. 99 نام پروردگار را کسی که از خود کند وارد جنت جاویدانی میشد. بنابراین انشاءالله در آینده صحبت ها انشاءالله در باره باقی مانده نام های پروردگار عالم و صفت های بزرگ و تعالی سخن میکنیم، زیرا با واسطه دانستن نام های الله تعالی عبادت بنده فرق میکند از آن شخصی که نام های الله تعالی رو نمیداند، یا آن بنده ای که صفت های پروردگارش رو نمیداند. آنی که میداند فرقیت دارد در عبادت و در گذرانیدن این حیات دنیای فانی از آن آدمی که در باره الله تعالی معلومات ندارد. بهترین معلومات محترم جماعت معلومات داشتن در باره پروردگار عالم. وقتی که یک بنده اگر در باره یک مخلوق عادی سخنی زیاد داند، همه میگوید که ماشاءالله علم زیاد داشته است. در باره یک ماهی، در باره یک مثلا رستنی اگر علم زیاد داشته باشد، همه به علم او تعجب میکنند. لیکن بزرگترین چیزی که در این دنیا باید درباره او معلومات دانیم درباره الله تعالی است، و این می شود به صرف شناختن نامهایش و صفتهایش و افعالش از پروردگار عالم خوشحال هستیم که الله تعالی ما را از جمله آن بندگانی که الله تعالی را حقیقی می شناسد و از او در این دنیا می ترسد و روز قیامت در بازگی او قرار گرفته است از جمله آنها بگرداند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.